بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت این جلسه ما درباره موضوعی هست که همواره در طول تاریخ و همچنین در جوامع مدرن محور همه اهمیت‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی بوده و همچنین اساس پیدایش همه حقوق و قوانین عرفی، مدنی، اقتصادی، سیاسی و جزایی. و اون موضوع اسمش وظیفه است. وظیفه، حق وظیفه، انجام وظیفه و وظیفه شناسی. و خوب میدونیم که این موضوع محور رسالت همه انبیاء الهی نیز بوده. در حقیقت انبیاء الهی مبعوث نشدند الا اینکه وظایف رو به انسان بشناسونند، زیرا شناخت وظایف همان شناخت خیشتن و لذا شناخت خدا و شناخت راه سلامت و سعادت بشر بر روی زمین بوده. از این لحاظ وظیفه مسئله مربوط به رابطه است، رابطه فرد با خودش و با جامعه، با دیگران. انسان از اونجایی که موجود نیازمند هست و از اونجایی که نیازمندترین موجودات عالم هست، مجبور به وظیفه شناسی است. در حقیقت وظیفه شناسی برآمده از خودشناسی است و اساس خودشناسی شناخت نیازهای خیشتن است. آدم و حوا در دوران اقامتشون در بهشت نیازی به چنین امری نداشتند و به همین دلیل در دوران غفلت و بیخبری بودند، زیرا همه نیازهاشون در بهشت خود به خود برآورده میشد. همونطور که در قرآن کریم داریم که در بهشت هر چرا که انسان اراده میکنه در همان حال بی هیچ تلاش و زحمتی ارضا میشه. انسان از زمانی که بر قلمرو نیازهایی وارد شد که مجبور شد برای اون نیازها تلاش بکنه، بنابراین وظیفه هم پدید اومد. در حقیقت خروج آدم و حوا از بهشت ازلی سرآغاز وظیفه شناسی است، همونطور که سرآغاز نبوت و احکام دین بود، زیرا احکام دین بر اساس این وظایف پدید اومده بود و این وظایف ریشه در نیازهای انسان داشت. پس خروج انسان از بهشت سرآغاز وظیفه شناسی اوست، زیرا سرآغاز نیازهایی هست که بدون تلاش برآورده نمیشه، همونطور که خروج انسان از بهشت سرآغاز تاریخ بشر نیست هست. خب، انسان برای شناخت وظایف پس بایستی نیازهای خودش رو بهتر بشناسه. نیازشناسی وظیفه شناسی است. ببینید، حیوانات هم نیازهایی دارند که این نیازها چون محدود هست، چون غریزتاً و ذاتاً دچار حرص و زیاده طلبی نیست،
به کمترین تلاشی این نیازهاشون برآورده میشه و خود همین تلاش هم در انسان ها غریزی است و لذا اسمشون نمیشه تلاش و یا جهاد گذاشتند. انسان به طور کلی بر اساس همین موجودیت جسمانی و فیزیکیش دارای 4 عرصه از نیاز هاست که از سر تا پا ادامه دارد. غریزی ترین و حیاتی ترین نیاز او که از پایندنه شروع میشه نیاز شهوانی است که در پایین ترین حد بدن اوست. بعد میاد کمی بالاتر نیاز شکمی است که بر زیر شکم استوار است. بعد میاد بالاتر و به دل میرسه، نیاز او به عاطفه و به محبت هست. بعد میاد بالاتر و به سر میرسه و نیاز او به کسب خرد، علم و معرفت است. این 4 قدم رو از نیاز و 4 مرتبه از نیاز انسان، از زیر شکم تا به سر، و هر کدوم از این قدم روها وظایف خاص خودشون را هم طبعا دارا هستند و انسان به میزانی که این وظایف را ادا می کنه این نیازهای خودش رو می تونه به طور عادلانه ارضا کنه تا بتونه به یک احساسی از وجود به تدریج دست پیدا کنه. زیرا انسان به میزانی که نیازی از خودش رو ارضا می کنه دوچار احساس وجود و احساس هویت میشه و دوچار خوشنودی و احساس سعادت میشه. خب از آنجایی که نیازهای انسان بی انتهاست و فقط نیازهای انسانه که دوچار یک حرص و ولای بی‌پایانه و هرگز سیری نمیپذیره، درست به همین دلیله که وظایف فدید اومدن و اصلا انسان محتاج به اخلاق دینی و احکام شریعت انبیاء الهی شد. درست به همین دلیله که حیوانات به دین نیازی ندارند، به تلاش و به جهاد دینی و به عقل دینی و به تقوا نیازمند نیستند، برای اینکه نیازهاشون محدوده. یه حیوان وقتی گرسنه شد به یاد ارضای شکمش میفته، میره کمی میچره یا میدره و کسی شد راضی میشه تا نوبت بعد. دستگی انسان تو نیست و چون نیازهای انسان بی پایان و سیری ناپذیر و اشباع ناپذیر هستند، بنابراین خود ارضای فیزیکی و طبیعی نیازها به خودی خود این نیازها رو ارضا نمی کنه و انسان رو هرگز حتی به طور مقطعی و کوتاه مدت هم دچار بی‌نیازی و احساس بی‌نیازی و لذا دچار احساس وجود و هویت و سعادت نمی کنه. پس از یک لحاظ انجام وظیفه و شناخت وظیفه برای این هست که انسان بتونه واقعا و از لحاظ وجودی گام به گام به قلمرو بی‌نیازی برسه تا به قلمرو احساس وجود و هویت برسه. زیرا فقط از طریق ارضای نیازها انسان نتنها هرگز به قلمرو بی‌نیازی و احساسی وجود نمیرسه و بلکه روز به روز حریص‌تر میشه و در قحطی وجود میفته و در یوزه‌تر میشه و در واقع به قلمرو نابودی میفته. طبیعی است این 4 قلمرو از خیزش نیازهای انسان که اسم بردیم موجب 4 نوع و 4 دسته از وظیفه و وظیفه شناسی است. طور مثال انسان برای ارضای قدرت شهوانی خودش که راز بقای حیات جانوری او بر روی زمین هست و یک غریزه درجه یک حیاتی است، محتاج اینه که مثلا ازدواج کنه و خود این ازدواج قلمرو به خیزش وظیفه و وظیفه شناسی و انجام وظایف هست و رعایت حدود هست.
در غیر صورت انسان در شهوت بارگی خودش بیمار و رنجور میشه و همواره در یک قطعی فضاینده است. همونطور که انسان برای ارضای غریزه گرسنگی و شکم خودش وظیفه داره که به حد توان امکانات خودش تلاش کنه، همراه معیشت کنه، شغلی داشته باشه، کسب و کاری داشته باشه و برای این اساس نیست حقوقی را بشناسه، وظایفی را بشناسه و بر اساس این وظایف کار کنه. همونطور که انسان به میزانی که نیاز به محبت در دل خودش داره طبعاً بایستی حقوقی را بشناسه و ادا کنه، یعنی وظایفی را درک کنه و انجام وظیفه کنه. مثلا انسان وقتی میخواد که محبوب کسی واقع بشه طبعا بایستی بالمثل آن فرد خدمت کنه تا محبوب واقع بشه. مثلا این یکی از آداب و حقوق و وظایف کسب محبت است و ارضای عاطفه است و نیاز عقلی، نیاز انسان به دانستن و فهمیدن، علم و معرفت که بالاترین حد نیاز هست طبیعتاً وظایفی رو ایجاب میکنه که انسان بایستی بشناسه. بل مثلا کسی که میخواهد بیشتر بداند و بیشتر بفهمد طبعاً بایستی آموزگاران و معلمانی رو جستجو کند، این خودش یک وظیفه است. در نزد این آموزگاران تعلیم ببیند، ادب داشته باشد، تکبر و غرور خودش رو زیر پا بگذاره، سوال بکنه و در قبال آموزگارش، پیرش، استادش نیز دارای وظایف و حقوقی هست که بایستی انجام بده تا کسب علم و معرفت کنه. عقل و علم و معرفت نیز از نیازهای ذاتی ویژه انسان هست. آن دو تا نیاز نخستین، نیاز شکم و زیر شکم، یک نیاز صرفا حیوانی است و این نیاز به محبت و نیاز به معرفت البته نیز نیاز خاص انسان هست. بنابراین در این قدم رو انسان بایستی وظایف ویژه تر رو بشناسه و مسلماً ادای حقوق و وظایفی بسیار مخصوص رو داشته باشه تا بتونه به محبت برسه و به معرفت برسه، زیرا خود محبت و معرفت هم که در مرحله نهایی به انسان یک احساس وجود و هویت جاودانه میدن و به انسان احساس جاودانگی و هستی میبخشند، هستی جاودانه و لایزال. بنابراین از یک لحاظ میشه گفتش که این چهار عرصه از خیزش نیازها و این چهار عرصه از وظیفه و انجام وظیفه، چهار مرتبه و چهار نوع از تلاش انسان برای رسیدن به احساس وجود هست، وجود به عنوان جاودانگی. چرا؟ برای اینکه ما در قرآن کریم هم میدانیم، در تورات و انجیل هم مسطور هست که آدم حوا در بهشت ازلی از زمانی که درباره جاودانگی خودشون دچار شک شدند، در واقع منشأ کفر شک درباره جاودانگی خودشان بود، از لحظه تردید در مورد جاودانگی خودشون وقتی که احساس جاودانگی در اینا خدشه‌دار شد به همان میزان دچار وسوسه ابلیس شدند و نهایتاً اون بهشت ازلی رو که قلمرو به احساس جاودانگی بود رو از دست دادند. بنابراین حیات انسان در قلمرو خروج از بهشت و حبود از بهشت تماماً قطعی وجوده، زیرا جاودانگی رو از دست داده یا دچار تردید و خدشه شده. بنابراین از یک لحاظ باید گفتش که شناخت وظیفه، وظیفه شناسی و انجام وظیفه تماما برای رجعت به احساس جاودانگی، به مفهوم احساس وجود و احساس هویت. هویت، وجود و جاودانگی همه اینها کما بیش مفاهیم واحد در یک عرصه واحدی از معنویت و روحانیت بشر است. خب اگر اساس شناخت وظیفه و ادای وظیفه نیازها هست، پس این واضحه که انسان باستی نیازهای خودش رو بشناسه. پس باید گفتش که وظیفه شناسی خود معلول خودشناسی است، همونطور که احکام دین خدا که تماما قلمرو این وظایف و حقوق
این نیازها هستند تماما مولود معرفت نفس هستند. برای همینه که دین و شریعتی که از معرفت نفس و از خودشناسی بر نقیزه دینی سطحی است و یا ریایی است و بزودی انسان از اون بیزار میشه زیرا از آن خاصیتی نمیبینه. پس وظیفه شناسی امریست مستقیما معلول خودشناسی، خودشناسی با مفهوم نیاز شناسی، شناخت نیازهای خویشتن. خب طبق صحبتی که شد تقریبا واضحه که وظیفه اول خودشناسی است، و اینکه آیا خود خودشناسی نیز دارای حقوقی و وظایفی از قبل تعیین شده هست که انسان به میزانی که بر این قدم رو وارد میشه بتونه نیازهاش رو و وظایف دیگرش رو بهتر بشناسه تا بتونه به ارضای سالم این غرایز و نیازها برسه، تا در این ارضای سالم و حقیقی به احساس وجودی برتر دست پیدا کنه و در خودش آرام و قراری بگیره و حرص نیازها رو بتونه کنترل کنه و در واقع به خودش سلامت ببخشه. آنچه که سلامت گفته میشه در حقیقت یعنی قناعت، یعنی غنی شدن وجود، و از این درجه که حرص بی‌پایان نفس انسان در واقع به سلامت میرسه و احساس بی‌نیازی پدید میاره که این احساس بی‌نیازی خود زمینه احساس وجود و احساس انسانی انسان از موجودیت خودش. خب ببینید ما این رو میدونیم که همه انبیای الهی به عنوان نخستین کسانی که آمدند وظایف رو برای بشر تعیین کردند نخستین وظایف عملی که برای انسان تعیین شد پس از خروجش از آن بهشت ازلی و غریزی خودش تماما وظایف مربوط به غرایز حیوانی بود که معروف است به غرایز و نیازهای به اصطلاح پایین‌تنه‌ای که شکم هست و غریزه جنسی. برای همین نخستین و ابتدایی ترین احکام دین و شریعت ها در طول تاریخ مربوط به این غرایز پایین‌تنه‌ای و نیازهای پایین‌تنه‌ای بوده که وظایف خاص خودش رو هم بدید آورده که خود همین مقدمه واجبی برای رسیدن به نیازهای بالاتنه‌ای حساب میشه، نیازهای عاطفی و نیازهای فکری. چرا؟ برای اینکه انسان تا زمانی که اسیر نیازهای پایین‌تنه‌ای و حیوانی خودش است و در آنجا آرام و قراری نداره و حدودی نداره و حرصش همچنان فزاینده هست، هرگز مجال بالندگی به نیازهای بالاتنه‌ای یعنی نیازهای عاطفی و نیازهای فکری پیدا نمیشه. درست انسان علاوه وجودی دارای قلب، دارای روح و دارای قوه خرد و ادراک هست، ولی اینها مجال سخن گفتن و ظهور و بروز پیدا نمی کنند تا نیازهای پایین‌تنه‌ای ارضا نشده باشه. منتها این ارضا رو ما بایستی بدونیم که اینجا یک ارضای کاملا معنوی است، وگرنه انسان هر چه که بخواد بیشتر به این غرایز بپردازه این غرایز رو تشنه‌تر، گرسنه‌تر، قحطی‌زده‌تر و دیوانه‌تر میکنه. وظایفی دیگه هم بیای لای آوردن برای اینه که انسان به این نیازها قناعت بده، آنها را آرام کنه. همینطور که پایین‌تنه انسان زیربنای هیکل انسانه، همونطور که زیربنای استمرار بقای انسان بر روی زمین در طول تاریخ هست، زیربنای عاطفه و معنویت و فکر و رشد عقلانی انسان هم همینه. این زیربنا بودن یک مسئله ایست که در دین هم وجود داره، یعنی علت بودن، اساس بودن. انسان بایستی اول دارای جان و جانی سالم باشه تا به معنویت و به روح خودش بپردازه. خود سخن معروف گاندی رهبر فقید هند رو ما بیاد داریم که میگفتیش که من نیامدم تا
روح مردمان هند را به نیروانا و به کریشنا برسانم و آنها را لحاظ روحانی رستگار کنم. من آمدم تا آداب خوردن و خوابیدن و استحمام و نظافت و این مسائل بریدی و جانوری رو به مردم هند بیاموزم. اما برای همین اومدم و این واقعیت بوده. همه انبیاء الهی مساسا در درجه اول برای همین اومدند. خب این سوال هم وجود داره که خب از بشر مدرن امروز خب در چه شرایطی قرار داره؟ آیا بشری وظیفه شناستر از دورانهای قبل؟ اگر چنینه بایستی از لازم نیازهای خودش راضی تر و قانه تر باشه؟ آیا چنینه؟ به نظر میست اگر بدتر از گذشته نباشه لاغل بهتر نیست. بشری حریستر، تشنه تر، گرسنه تر، قحطی زده تر، با ولعی فزاینده. پس نشون میده که بشریست مریضتر. درست هم به همین دلیله که معنویت و عاطفه و خرد و عقل در این دوران اگر پستر از دوران قبل نباشه مسلماً برتر نیست. البته ادعاهای عقلانی علمی زیاده ولی از عقل واقعی و علم عملی به ندرت خبری هست. بنابراین این سخن گاندی واقعا شامل حال مردمان هند نمیشه، امروز شامل حال همه مردمان جهان از جمله مثلا خود آمریکایی ها هم میشه. پس انسان در درجه اول وظیفه داره که از جان خودش حفاظت کنه و جان خودش رو به یک امنیت و سلامت و عافیت به یک حد اقلش برسانه. خود همین یک نیاز وجودی است برای انسان، این نیازی طبیعی است، انسانی رو درک میکنه. اینکه شما فرمودید که آیا واقعا خود خودشناسی به عنوان اولین وظیفه انسان خودش دارای حقوقی از قبل تعیین شده میتونه باشه یا نه؟ بله همینطور هست. اصلا خود این هوش و حواس غریزی انسان، چشم و گوش و هوش و ذایقه و اعضا و جواره، خودش نخستین و طبیعی‌ترین ارگان‌های خودشناسی انسان هستند. ارگان‌های غریزی. به مثال وقتی من نشستم اینجا به ناگاه احساس تشنگی می‌کنم، خب من بدون اینکه تفکری کرده باشم، تعقلی کرده باشم، احساس تشنگی می‌کنم، احساس گرسنگی می‌کنم، احساس سرما و گرما می‌کنم، احساس بیماری می‌کنم و بقیه نیازها مثل نیاز جنسی و غیره. پس میشه گفتش که خود وجود انسان در ذات خودش اون خودشناسی رو همراه داره، این خود آگاهی رو با خودش داره، این از جوهره جان انسانه، این از وراثت حیوانی انسانه که البته در انسان بسیار شدیدتر و قویتر عمل میکنه. بنابراین خودشناسی در انسان الله از غریزی خودش حضور داره ولی کافی نیست. برای هن انبیاء الهی اومدن. حیوانات پیامبر ندارند، حقوق ندارند، وظایف تدبیر شده ندارن، ولی انسان داره، درست به همون دلیلی که ذکر شد. خب فیلم مثلا نگاه کنید، از اولین احکامی که انبیاء الهی آوردن مربوط به مسئله پاکیزگی و نظافت و طهارت همین تن بود. از نظافت و من از ایمان، خب از شعارهای اصلی دین خدا و مخصوصا در اسلام دو صد چندان اهمیتش واضح تر شده. که نظافت از ایمان انسانه. خب ما ایمان میدانیم امریست مربوط به قلب و عقل، پس یک امریست بالاتنی. پس خود همین سخن پیامبر نشون میده که انسان به میزانی که به یک نیاز بالاتنی دست یافته، ایمان یکی از نیازهای بالاتنی انسانه، ایمان یک نیازه، این نیاز ذاتیست ایمان. برای کافران هم این نیاز هست، هم دوری در قرآن آمده که چه بسا کافران میگوین که کاش ما هم ایمان داشتیم. ببینید پس این یک نیاز ذاتیست. خب یعنی پس اگر انسان به میزانی که به یکی از نیازهای بالاتنی خودش که ایمانی رسیده باشه، نظافت رو به عنوان یک امر واجب وجودی در خودش میابه و نظافت جزء ایمان و از نشانه های ایمان او خواهد شد. ببینید این یک اصل، یک امر. به همین دلیله که ما خود انبیاء الهی رو میبینیم که از اسطوره‌های نخستین
اخلاق و آداب و وظایف مربوط به پایین‌تنه بودن. خود انبیا از وصف‌های نظافت، طهارت، نظم و نزاکت بودند. و خود پیامبر اسلام این مسئله در تاریخ کاملا ثبت شده. ایشان و حتی بسیاری از محققین نخستین بانی و مخترع مسواک می‌دانند، یعنی بهداشت و نظافت دهان. ببینید علاوه تمیزی جسمانی ایشان یک اسطوره بوده و در این حال ما می‌بینیم که اسطوره ایمان و عقل و حکمت هم بوده. اینا پا و پای هم دیگه هست. خب این سوال نیز وجود داره که واقعا وظایف پایین‌تنه‌ای چه ارتباطی با وظایف بالاتنه‌ای دارن و نیز نیازهای پایین‌تنه‌ای یعنی نیازهای حیوانی چه ارتباطی به نیازهای بالاتنه‌ای و نیاز خاص روح انسان دارن. خب این مسئله از لحاظ غریزی کاملا مفهوم هست. همونطور که رسالت فهمی فرماید اون کسی را که معاش نیست معاد نیست. خب معاش این در واقع میشه گفت از عیش میاد، از سلامت میاد، از سرور و شادی و نشاط تن میاد. خب پس این باستی پیدا شده باشه تا انسان میل به معاد و معاد فهمی پیدا کرده باشه. خب معاد از طریق قلب و اندیشه درک میشه. بنابراین تا این قرائد پایین‌تنه‌ای به یک حد اقلی از رضایت و قناعت و سلامت نرسیده باشه، بنابراین معاد خواهی و معاد فهمی هم در انسان امکان پذیر نیست. پس با این جمع‌بندی ما میتونیم بگیم که انسان متعهد به خودشه، یعنی موظف نسبت به خودش. خب ببینید هر یک از نیازهای انسان از یک لحاظ به نظر میرسه که یک وارده است از بیرون برای انسان، از یک لحاظ به نظر میرسه که یک صادره است از اعماق ذات و از اعماق نهان وجود انسان. خب انسان که اراده نمیکنه که تشنه بشه یا گشنه بشه، تشنش میشه گشنش میشه. بقیه نیازها هم همینطوره. بنابراین انسان به میزانی که پاسخگوی به این کنش های وجود خودش میشه و واکنش نشون میده، در واقع میشه گفتش که خود همین خودش قلمرو خودشناسی است و پذیرش مسئولیت وجود خوده. بله انسان وقتی در خودش دقت کنه میبینه که آنچه را که او اراده مینامه واقعا اراده نیست. اگر هم اراده هست یک اراده ثانویه و درجه دومه. یعنی انسان اراده نمی کنه که دارای فلان نیاز بشه، نه اصلا چنین نیست. حداقل در مورد نیازهای حیاتی اینها کاملا به صورت جبر در انسان عارض میشن و بروز پیدا میکنن. پس انسان به میزانی که نسبت به این نیازها و این کنش و واکنش نشون میده دارای مسئولیت نسبت به خودشه. این بنیاد دین هم همینه. دین یعنی مسئولیت نسبت به خود. انسان مؤمن در درجه ایمانش انسانیست که نسبت به خودش متعهده و مسئول خودشه. مسئول خودشه یعنی چی؟ یعنی مسئول نیازهای خودشه. خب پس انسان بایستی بلد باشه که در مقابل این کنش‌های وجود که از ورای ارادهش و در خارج از ارادهش بر وارد میشه چه واکنشی نشون میده. این واکنش شناسی در واقع همون وظیفه شناسی است که من در قبال هر کدوم از این کنش‌های وجود خودم که در خارج از اراده و خواسته منه چه واکنشی نشون بدم و چه پاسخی من به خودم بدم. در مفهوم نهایی مجموع وجود من به میزانی که من در خودم نظر میکنم و به خودم واکنش نشون میدم بیشتر درک میکنم که در من جهانی عظیم و غیبی نهفته است. اسرار و احکامی غیبی و عظیمی نهفته است که اینها من نیست و در حیطه اراده و اختیار من نیست. خود همین قضیه به من نشان میده که در من غیب وجود داره. این همان ایمان به غیبه. در تفکر عمیق‌تر و در پاسخگویی جدی‌تر نسبت به نیازهای خودم من نهایتاً میتونم خدا رو در خودم درک کنم که من یک مخلوق هستم و خالقی دارم. خدا رو پس به میزانی که من این واکنش شناسی رو که همان وظیفه شناسی است و همان دین شناسی است و شریعت شناسی است خود به خود
منو گام به گام به خودشناسی خودم نزدیکتر میکنه، خودشناسی ما رو به خودشناسی در خودم میبره، نه خودشناسی ما برای خودم، بلکه خودشناسی در خودم میبره. نباید این پس واضحه که اگر بگیم آیا احکامی از قبل تعیین شده، وظایفی از قبل تعیین شده وجود داره، تا اولین وظیفه انسان رو که خودشناسی هست رو ممکن بکنه و تسکیل بکنه، بله این همان احکام شریعت انبیاء الهی است. خب به میزانی که ما به این احکام تن در میدیم و اطاعت میکنیم از رسولان، در واقع میشه که بر قلمرو خودشناسی وارد میشیم، نیازهای خودمون رو بهتر درک میکنیم و میتونیم که واکنش های درست نسبت به این نیازها چی هست و وقتی عمل میکنیم میتونیم که بله دارای قناعت میشیم و این حرص و شهوانیت و افسار گسیختگی و جنون رو میتونیم در خودمون مداوا کنیم و شفا ببخشیم. پس در حقیقت این احکام تا بهش عمل نشه خودشناسی و این قناعت حاصل نمیشه. نقل است که عده‌ای از فلاسفه اومده بودن پیش رسول اکرم سوال میکردن که حکمت این احکامی که شما میگویی، این شریعت تو حکمتش چیست؟ یعنی فلسفه چیست به زبان امروزی ها؟ حضرت فرمودن که ما انبیا نیومدیم تا حکمت را بگوییم، ما آمدیم تا حکم را بگوییم. هر کس به این حکم عمل کند خود به حکمت آن خواهد رسید. پس معلومه که حکمت گویشی نیست، فرضی نیست، خطابهی و آموزشی و مدرسی و کلامی نیست. حکمت به انسان در خودش میاد. در واقع از یه لحاظ صحبت بستر نیازهای صادق و نیازهای کاذب بشر مدرن امروز هست. این مثلا خب این واضحه که مثلا غریزه جنسی غریزه حیاتی است برای بقای انسان در جهانه و نیاز به ازدواج واجبترین نیاز هاست. ولی خب ما میبینیم که چه بسا یک جوان مثلا داشتن اتومبیل و کامپیوتر و موبایل و یک ویلا و چند صد میلیون پول در حساب بانکیش رو مقدم میدونه بر ازدواج. میگه وقت اینا رو داشتم اون وقت در مورد ازدواج فکر میکنه. خب نشون میده جنگ انسان واقعا دیوانه شده. انسان با قدر شما نیاز خودش رو، حتی نیاز حیاتی خودش رو هم دیگه درک نمی کنه. نشون میده که حتی از حیات و غریزه حیوانی و جان خودش هم بیگانه شده چه انسان. برای همین چه انسانی یک انسانیست تماما بیمار و متشنج و یک انسانیست مادی خولیایی. ببینید مسئله اساسی تر از این حرف هاست. آنچه که تمدن مدرن امروز نام داره، این تمدن علمی سنتی، در واقع باستی گفتش که محصول یک ایده هست، یک ایده خیلی واضح و آن اینه که فقط انسان برای رسیدن به احساس وجود و هویت بایستی به نیازهای خودش به صورت مستقیم پاسخ بده و هر چی نفس انسان میخواد انسان مرید نفس خودش باشه و تمام انرژی خودش رو صرف این کنه که هر چی نفسش میخواد او بره و این رو نیازهاش رو تامین کنه. و این ما میدونیم که سیریست جنون‌آمیز و انتها نداره. به زبان بسیار ساده تمدن امروز جهان بر اساس نفس پرستی و پیروی از نفسی که خودش هم حتی نیاز خودش رو نمیشناسه پیریزی شده. خب چنین فکری که چنین تمدنی رو پدید آورده مسلمان به جای بشر امروز میبره که به خود براندازی و براندازی خود حیات بر روی زمین داره به پیش میره. براندازی حیات و جان ما نشانهای این خود براندازی رو در همه زمین ها امروز شاهدش هستیم. در این مورد ما قبلا هم بحث کردیم، بیشتر از این توضیح نمیدیم. ببینید از یک لحاظ انسان یک حیوانی است که به خاطر ویژگی خاصی که نفس او داره، که بزرگترین ویژگیش هم حریص بودن نفس اوست، او را تبدیل به یک حیوانی 100% اجتماعی و ارتباطی کرده. حیوانات
ارتباطشون با همجنسان خودشان بسیار کوتاه و لحظه‌ای هستش و حتی واجب هم خیلی نیست. بکروان در فیلم مثل الله از غیر جنسی یه جنسی مخالف خودش اگه پیدا کنه سال یک باری دوبار با اون نزدیکی میکنه، اگه پیدا نکردن مسئله نیست زندگیش. در مورد تغذیه خودش هم نیازی به حیوان دیگری که از جنس خودش لزوما نداره. چرا؟ برای اینکه نیازهای او محدوده و خیلی سریع قانع میشه. خود همین نشان میده که خود حیوان ذاتاً و ناخودآگاه وظیفه شناس‌تره و وجودش طبق یک قانون ذاتی از یک سری وظایف و حدود و حقوقی پیروی میکنه که انسان اون رو هم نداره. برای همین خداوند در قرآن انسان رو یک موجودی اصلا نفساً کافر و ظالم و ابله نام میده. و از این لحاظ خود قرآن هم میگه اکثریت مردمان رو نگاه کنید، اونها از حیوانات هم حتی پستر و بدبختر هستند. درست به همین دلیل این نفس حریص و بلنده و دیوانه بشری خودش راز اجتماعی بودن او را پدید آورده. از یک لحاظ نیازهای انسان ذاتاً ارتباطی و اجتماعی هستند. حتی حیوانی ترین نیازهای بشر هم او را محتاج دیگران می کنند. خب از اونجایی که مثلا گفتیم یکی اساسی در نیازهای انسان نیاز شهوانی است، خب انسان برای ارضایش شهوت خودش محتاج جنس مخالف خودشه. از اونجایی که این نیاز بسیار شدیده مجبور به ازدواج کردنه که یک همسر رو همواره با خودش داشته باشه و با هم میدان مجبور یک سری حقوقی را 24 ساعته روزمره رعایت بکنه، وگرنه با ازدواج هم مشکل جنسی و شبانی او حل نخواهد شد و ارضا و قناعت و سلامتی نخواهد یافت. نیاز شکمی انسان همینطور. خب انسان هر اونجایی که نیاز شکمی هم یک بلندهی سیری ناپذیر هست و تنوع طلبه مجبور کار کنه و در کار کردن خودش محتاج دیگرانه. انسان هر شغل و کاری که داشته باشه محتاج به دیگرانه، چه تولید کننده باشه، چه مصرف کننده باشه، چه شغل یدی داشته باشه، چه تاجر باشه، چه معلم باشه، هر چی باشه برای ارتزاق خودش محتاج به غیره، محتاج به دیگرانه به شکل‌های مختلف. در مورد غریزه عاطفی و قلبی هم خب طبیعتاً انسان محتاج به دیگری است که دوست داشته باشه و دوست بداره. الله از کسب علم و معرفت هم محتاج دیگریست که کسب علم کنه، کسب معرفت کنه. پس ببینیم این چهار قدم رو اصلی نیازمندی انسان در واقع ذاتی ارتباطی دارند و انسان رو تبدیل به حیوانی اجتماعی و به قول معروف مدنی کردن. مدنیت حاصل چنین طبعی از نیاز انسان هست. از مدنیت تماماً برخواسته از آتش بی پایان نیازهای انسانه. خب انسان لازم حتی جسمانی هم ما میدونیم که مثل هر موجود دیگری از خودش نیست. مثلا انسان درک میکنه که تنش از خودش نیست، از پدر مادرشه، از طبیعت، از محیط زیستشه و نهایتا هم با مرگش این تن از دست خواهد داد. بس تنش از غیره و به سمت غیر میره نهایتا. قرائدش هم تماما از خودش نیست، برای که انسان هرگز اراده نمی کنه که دوچار دارای چه این نیازی باشه، از غیر از جای بر او وارد میشه. ما معتقدیم از خداونده که نیازها در انسان پیدا میشه و باز همین نیازهایی که از غیر خود انسانه او را به سمت غیر میکشانه، یعنی انسان رو اجتماعی میکنه. بنابراین درست به همین دلیل که وقتی از وظیفه سخن میگوییم دقیقا داریم از امری در رابطه با دیگران سخن میگوییم. نیازها ذاتی است از خود انسان، بعد میخیزه مربوط به فردیت و جسمانیت خود انسانی، ولی انسان رو به سمت غیر میکشونه. پس درست به همین دلیله که تمام احکام دین هم حقوقی در رابطه با دیگران، یعنی حقوق اجتماعی است. تمام احکام دین حقوق مدنی است در واقع میشه گفت. حتی خصوصی ترین احکام دین که عبادات هستند نیز که فردی ترین اعمال دینی هم هستند، انسان در رابطه با یک غیر نامرئی و غیبی قرار داره و اون خداست. انسان با غیر از خودش داره دیالوگ میکنه، صحبت میکنه، دعا میکنه، راز و نیاز میکنه و انسان در رابطه با این غیر که خداست هم طبیعتاً
تماما داره نیازهای خودش ادا میکنه. یعنی اساس عبادات برای عبادت یعنی راز و نیاز کردن. سنگ زیربنای عبادت ها و عبودیت های بشری اینه که انسان نیازهای خودش رو ببره پیش کسی که او این نیازها رو به انسان داده، چرا؟ برای اینکه او انسان رو خلق کرده است، به انسان حیات داده، غرایز داده و این نیازها رو بخشیده. خب پس انسان این نیاز رو به درگاه کسی میبره که این نیازها دوست و به تجربه در میابه که خودش به خودی خود نمیتونه این نیازهای خودش رو برآورده کنه. در رابطه با بقیه مردمان هم هرچه رفت و تجربه کرد دید که دیگران هم نمیتونن نیازهایی رو ارضا کنن، نهایتا مجبور شد تا این نیازهای خودش رو ببره بر درگاه آن بی‌نیازی که ما رو آفریده و این نیازها رو در ما نهاده. یعنی نیاز رو به درگاه بی‌نیازی می‌بره، به درگاه یه غیر دیگری که نام او خداست، خالق. خب طبعا انسان به میزانی که سعی می‌کنه بر اساس عقل و دین و وظیفه شناسی نیازهای خودش رو ارضا بکنه تا این آتش و قحطی زدگی نفس خودش رو مهار کنه تا به خودش قرار و احساس وجودی ببخشه، به تدریج در میابه که در رابطه با دیگران هم انسان دارای حقوق و وظایفی است و فقط این نیست که خودش دارای نیاز باشه و دیگران فقط وظیفه داشته باشن تا نیازهای منو برآورده کنند، بلکه من میبینم که دیگران هم خود درست مثل من دارای نیازهایی هستند مثل من و ما بایستی در رابطه با همدیگه و همدیگه کمک کنیم تا نیازهای همدیگر رو برآورده کنیم. پس نسبت به همدیگه وظیفه داریم و از اونجایی که دیگران فقط وظیفه‌شون این نیست که نیازهای من رو برآورده کنند، بنابراین من هم بایستی نیازهای اونها رو برآورده کنم و ما بایستی در اینجا تشریک مساوی داشته باشیم، با همدیگه صداقت داشته باشیم، نیازها رو صادقانه و خاشانه در میان بگذاریم و از هم مدد بطلبیم برای ارضای نیازها. ببینید صداقت، تواضعی در بیان نیاز، اینا اساس احکام دینی. ببینید اینا حقوق نیازه. صداقت از اصول اولیه دین است، از حقوق عقلی دینه که باید رعایت بشه. خشوع در رابطه همچنین، بعد اونجایی که دیگران نیاز دارند، بعد اونجایی که نیاز من هم حد و حدودی نداره، پس من به تجربه در میابم باستی نیازها خودم رو محدود کنم در رابطه با دیگران. این همون تقواست. تقوا و نحوم خیشتنداری یعنی نیازها خودم رو محدود کنم و جولان ندم. خب اساس رابطه اجتماعی تماما بر غرایز پایین‌ترین استواره. نخستین جامعه خانواده است که با ازدواج پدید میاد که بر اساس یک نیاز کاملا پایین‌تنه‌ای بنا شده. رابطه زن و شوهر چه رابطه ایست؟ رابطه ایست کاملا پایین‌تنه‌ای است و این نیاز پایین‌تنه‌ای که اصلا ازدواج رو به وجود آورده خواه نخواه. ولی به میزانی که فهم اصلا این زن و شوهر بر اساس حقوق دینی که نخستین صداقت و تواضعی در رابطه و تقوا و خویشتنداری هست به نیازهای همدیگه پاسخ میدن و این نیازها در انسان قرار و ارضا و اقنایی به دست میاره، یواش یواش این رابطه به قلمروی بالاتنه کشیده میشه، یعنی عاطفه، دوست داشتن و گام به گام رابطه فکری، عقلی، دیالوگی و تعلیمی و تربیتی و مبادله فکر و رشد عقلی در رابطه با دیگران. رابطه دیگه هم در حریم جامعه همینطور هست. یک فرد در بیرون از جامعه نخست نیازش امرار معیشته. این یک نیازی کاملا غریزی و حیوانی است و در این حال به میزانی که حقوق دین رو در این امرار معیشت رعایت میکنه به یک حداقل قناعتی میرسه و حداقل سلامتی میرسه، حالا در این جامعه وسیع بیرون کم کم نوبت به دل میرسه، نوبت به ذهن میرسه، نیازهای قلبی، نیازهای فکری، مسئله تعلیم، تربیت، محبت، از خودگذشتگی، آموزش دادن، آموزش گرفتن و الی آخر. خب پس این واضحه که زیربنای نیازها چیست و از یک لحاظی نیازهای قلبی و فکری
ثانویه هستند. از یک لحاظ این نیازهای زیربنایی که غرایز حیوانی هستند برای انسان در خدمت نیازهای بالاتنه‌ای هستند، برای انسانیت انسان چنینن. در غیر این صورت اگر این نیازها هرگز انسان رو به قدم رو به نیازهای عاطفی و فکری و معنوی اگر نبره، در خود پایین‌تن انسان رو به اشد قحطی و عذاب و زجر میندازه و حتی از حیوانیت هم ساقط میکنه انسان رو. چرا؟ برای که انسان به گونه خلق شده و صاحب روحی هست که نمیتونه فقط در پایین‌تنه خودش درجا بزنه و فقط برای ارضای پایین‌تنه زندگی کنه، که انسانی دوزخی و جهنمی میشه. ببینید اگر رجوع کنیم به داستان خلقت انسان که در قرآن اومده، در اینجا در شناخت ابلیس ما به چیزی میرسیم که تمام مسائل که شما مطرح کردید رو میتونیم از توش استخراج کنیم. ببینید ابلیس کسی بود که آدم رو سجده نکرد، عبا کرد، اکراه کرد. چرا؟ برای اینکه گفتش که این لجن متعفنی که خدا روح خودش رو در روی در میده و میخواد خلیفه خودش کنه، من چرا او را تصدیق کنم با اینکه میبینم که علم او خیلی بیشتر از منه؟ خب پس ابلیس اومد تکفیر کرد آدم رو و بعد برای توجیه تکفیر خودش به خدا گفتش که خدای من به غیر از تو رو نمی‌پرستم و سجده نمی‌کنم و اصلا کسی رو قبول ندارم به غیر از تو. من عاشق تو هستم، از فرط عشق حرف تو گوش نمی‌دم. خدا گفت اگه عاشق من هستی خب من میگم اینو سجده کن، تصدیق کن، نگاه کن علمش، حکمتش، همه چیزش از تو بیشتر و او اسراری می‌دونه که تو هرگز نمی‌دونی. ولی او باز هم خودش رو به تجاوز زد، گفت نه خیر، در شأن تو نیست که من غیر از تو اصلا تصدیق و تایید کنم. تا گفتش که پس رجم میشی، ملعون میشی، میری به جهنم. گفت باشه میرم، من از فرط عشق و ایثار من حرف تو گوش نمیدم، میرم به جهنم. ببینید اینا تمام نمایشات عشق و ایثار ابلیس بود. پس ابلیس بنیانگذاره این نوع عشق و ایثار دروغینیه که بشر امروز اکثرا بهش مبتلاست. وظیفه‌ای رو که خدا براش تعیین کرده بود زیر باش نرفت، به اسم خود خدا و تحت شعار عشق به خدا تکبر به خدا کرد و آخر سری به خدا تهمت هم زد، گفت خدای تو ما را فریب دادی، اخبال کردی. این در واقع خدا مخلوقش بود، ظاهرا تهمت زد، هم روی تهمت زد، هم گوش به حرف خدا نکرد و ایثارم کرد، گفت میام به جهنم، باشه میرم در جهنم بسوزم. ببینید داستان انسان امروز این عشق و ایثاری که انسان امروز از دست میزنه در میزنه که در تاریخ هم سابقه داشته، امروز جهانی و همگانی شده و اصلا ایدولوژی که شده، در واقع باسته گفت عشق ابلیسی است. اصلا ابلیسی از همینه، ابلیسی هم همیشه در لباس ملوسترین و زیباترین توجیهات خودش رو پنهان میکنه، ابلیسیت. ولی در واقع بشر کافر، یعنی بشری که کافر نسبت به نیازهای خودشه و نمیخواد نیازهای خودش رو ببینه و تصدیق کنه، یعنی نمیخواد پایین تنی خودش رو گراز بقا و جانش هست رو ببینه و تایید کنه، یعنی این نسبت به جان خودش کافره، کافر این منکر، این در واقع نسبت به خلقت خودش متکبر و منکره و این انکار طبیعتاً به انکار نسبت به خدا میانجامه، منطقه تحت لباس عشق و ایثار. مثال اگر ما دارید بسیار مثال های واضحی بود، دقیقا همین داره. مخصوصا بشر امروز واسطه کپکب و دبدبه که واسطه علوم و فنون و تکنولوژی براش پدید اومده واقعا ادعای خدایی میکنه، اصلا انسان بودن خودش رو به عنوان نیازها و غرایز سعی میکنه فراموش کنه و اصلا هیکل خودش رو حتی درشان خودش نمیدونه، پشته به خودشه و همیزان کافره. برای همینه که میگه که این احکام دین و این وظایف دینی در شأن من نیستش، که این هم مال ابلهان و احمقان و آدم های حقیر و صفی است. در قرآن هم کافر به این معنا معرفی شده که کافران میگوین ما عالمانیم،
دین خدا و احکام رسولان به درد سفیهان و بدبخته ها میخوره. منطق امروز جهانی شده تحت عنوان عشق عیسی رو ما میبینیم که بزرگترین و واقعا سرسام آورترین این دعوی های عشق عیسی رو در غرب و مخصوصا در امریکا میبینیم، از زبان تباه شده ترین و تباهکارترین آدم ها و مفسدترین آدم ها. این فکر و فرهنگ در جهان سوم در کشور ما هم امروز داره مسلط میشه. تحت عنوان عشق عیسی دین خدا رو منکر میشن. دین خدا رو منکر میشن یعنی چی؟ یعنی وظیفه شناسی و حقوق دینی رو منکر میشن. من باشن امروز حتی تا کاری میداری شده که میگه اصلا این زمین هم نمیتونه نیازهای من رو برآورده کنه، در شان من نیست، من میرم به مریخ و اورانوس میرم، در اونجاها میخوام برم. این غایت تکبرشه و در واقع غایت حماقتشه و نهایتش هم به جنون و جنایت. ما میبینیم که اشد این جنون و جنایت ها تحت عنوان این عشقا و ایثارهای ابلیسیه که خود نمایی میکنه. ما این رو به تجربه میبینیم، اونهایی که در خارج از خانه در حسب ظاهر اصفاهای خدمت به مردم و عشق به مردم و ایثار به مردم و خیرات و مبرات و از اینجور سرویس ها هستن، ما میبینیم که اینها در خانه خودشان و در حریم زندگی واقعی خودشان وظیفه نشناسترین و لامصرفترین و متکبرترین و کافرترین آدم ها هستن. بله به قول شما یه انسان مدرن امروزه روزی دو بار دوش میگیره، خب، ولی میبینیم که تمام هیکلش قارچه. امروزه امراض جلدی اپیدمی کن دیگه. خب خود همین بزرگترین و واضحترین پیام این جهل و جنونه و رسوایی این جهل و جنونه. پس انسان تمیز نیست آقا. این مستقر از نظافت مدن ایمان نیست. این جنونه. این آسیب جنگی با خداست. برای همین این نظافت های دروغین همش تیریازو تبدیل به انواع وسواس ها میشن. امروز ما اگه نیا کنیم این وسواس ها هم جزو بیماری های اپیدمیک و مصری دارن میشن. جزو بیماری های همگانی دارن میشن. را اگه دقت کنیم این وسواس ها را کسایی بهش مبتلاند که ضد وظیفه ترین آدم ها هستند، از ابتدایی ترین حقوق و وظایف خودشون اکراه دارند، هرچند که ممکنه نماز هم بخونند این یاد هم باشه، چون دین نماز نیست، نماز فروع دینه و نتیجه دینه، اصول دین چیزای دیگری است که ما صحبتش رو کردیم. بنابراین این وسواس ها خودش عذابه. اگر تمیزی از طریق فقط دوش گرفتن باشه، چرا همین پوست بدن رو تمیز نمی کنه؟ ما میدونیم که 90% امریکایی ها امراض جلدی لاعلاج دارن. این داره جهانی میشه. شما میبینیم که مفسدترین و رنجورترین آدم ها دچار وسواس های تمیزی هستن. این نشون میده که جانشون چنان در کثافات غرق شده، کثافات حاصل از کبر و انکار و کفر و وظیفه نشناسی. و تمام این وسواسی ها و دیوانه ها ما میبینیم که پرچم های عشق و ایثار هم میکنن با خودشون. یکی عاشق فرزندانش، یکی عاشق جامعه است و از اینجور مزخرفاتی که همه جا گندش در میاد. فرق نمی کنه چه بسا عاشق به خلق تحت عنوان آزادی خواهی ها و برابر خواهی، برابری و عدالت جویی ها. این مدل ها ما دیدیم، البته نه فرنجرین باشند، ولی ما میبینیم که بسیار این گونه بودند. اینهایی که ظاهرن دم از عشق و ایثار به خلق میزنند، ما میبینیم که در زندگی روزمره خودشون چند زن هم متکبر قصیر القلب و متجاوزند. بشر امروز حتی نیاز جنسی خودش رو هم اقرار نداره که بره ازدواج کنه و به حقوق مربوط به ازدواج اندر بده. یه آقا جون من عاشقم، اسم نیاز جانوری خودش رو عشق گذاشته، من عاشقم. عاشقم یعنی چی؟ یعنی وظیفه نمیشناسم. خب این عاشق یعنی آقا وظیفه چیه؟ قانون چیه؟ حقوق چیه؟ لذا چنین کسانی به خودشون حرف میزنن که انسان های تجاوزگر، زناکار و سلطه‌گر باشن. تدومان عشق و ایثار. این مسئله این روزه کاملا رسوا شده. این همان ابلیسیت که لطیفترین و موذیانه‌ترین و تجاوزکارترین نوع کفر هست که با خودش شعار عشق و ایثار رو داره حمل میکنه. خب عنوان نتیجه‌گیری اگه بخوام برسیم به اینجا میرسیم که بنابراین انسان به میزان که خودش رو میشناسه، نیازها خودش رو میشناسه و معرفت داره، میبینه که چاره‌ای جز تن دادن به وظایفی که خداوند تعیین کرده نیست. راه عزت و سلامت و شرفش
و معنویتش و احساس وجودش تن دادن به این حقوق و وظایفی که انبیای الهی برای ما به ارث گذاشتند. ببینید انسان به میزانی که خودش میشناسه میبینه که تا چه بی اراده است، تا اینکه نیازها از اراده بر نمیخیزن که از بی ارادگی بر میخیزن. بسیاری از نیازها انسان رو به کار خلاف و به جرم و چه بسا به جنایت و به زنا و خطا میکشونند. انسان باید بپذیره که اینا از خودشه تا صاحب وجود خودش بشه. این سخنی معروفی حافظ شیرازی داره که گناه هرچه به اراده ما نیست ای حافظ، تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است. ببینید انسان به میزانی که این کنش ها و این نیازهای بی اختیار خودش رو متعهد و متقبل میشه، بر اساس دین خدا سعی میکنه نفس خودش رو تربیت کنه، کم کم صاحب اراده و صاحب وجود میشه و احساس وجود و احساس جاودانگی میکنه، احساس حیات و هستی و قدرت و قناعت باطنی و روحی و قلبی میکنه. انسان برای همین انسان کافر متکبر چیزهای خوب و خوشش از خودش میدونه، تمام خطاها و گناهها و رسواییهاش رو میگه آقا جون اصلا افرادش که منکره که خودش کرده، بعد که رسوا شد میگه من مجبور بودم، تقصیر همسایه است، تقصیر دیگرانه، تقصیر حکومته، تقصیر زمین و زمانه، بس تقصیر من نیست. بنابراین خداوند نیازها رو در انسان نهاده تا انسان رو به سوی خودش که آستانه بی‌نیازی مطلق هست بکشونه. انسان در مرحله اول سعی میکنه بر اساس قرائز کور خودش، خودش به خودی خود نیازها رو برآورده کنه. این یک تلاش جانوریست. بعد گام به گام میبینه که نمیتونه، کم کم رجوع به دیگران میکنه، به اطرافیان میکنه، به مردمان میکنه. این فاز دومه تلاش برای ارضای نیازه و به میزانی که بر اساس احکام دین عمل میکنه و وظیفه شناسی میکنه و تقوا پیشه میکنه، میبینه که نه خودش میتونه از پس نیازها خودش بر بیاد و نه عزیزترین کسانش و نه جامعه میتونه نیازهای او ارضا کنه و به او احساس وجود ببخشه. رضا گام به گام خدا رو در خودش میشناسه و به نزد خدا که اون بی‌نیازی مطلق هست میره، بی‌نیازی مطلقی که خود منشأ وجود و مظهر جاودانگی مطلقه و رو به او میکنه و بر این آستانه و در این قلم رو احساس وجود، احساس جاودانگی و نیز احساس قوت و قناعت و مناعت طب میکنه، احساس عزت و سرفرازی میکنه و دیگه از بوی لجن خودش بدش نمیاد مثل ابلیس. انسان متکبر نسبت به نیازهای خودش در واقع ابلیس خودشه. همونطور که ابلیس انکار کرد آدم رو، لعن کرد و به فریب انسان پرداخت، در واقع ابلیس انسان متکبر نسبت به نیازهای خودش که حتی ازدواج رو در شأن خودش نمیدونه و هیچ وظیفه‌ای در شأن خودش نمیدونه، در واقع خودش ابلیس خودش، یعنی خودش تحت فرمان ابلیس قرار داره و پیروی میکنه داره از ابلیس، یعنی خودش دشمن خودش و لعن کننده خودش هستش. بنابراین به عنوان کلام آخر بایستی گفتش که انسان به میزانی که هر آنچه را که از خودش برمیاد، از ناخودآگاه خودش، از ذات خودش برمیاد رو میشناسه، بر اساس وظیفه شناسی آن رو مهار میکنه و این نیازها که همش از بیخودی خودشه آن رو خودی میکنه. انسان از عدم است، نیازها تماما از عدمیت انسانه، وجود خداوند خالق است. انسان به میزانی که این عدمیت رو در قلمرو نیازها درک و تجربه میکنه، روی به وجود میکنه. و چگونه روی به وجود میکنه؟ از طریق اطاعت از احکامی که خداوند به عنوان مظهر وجود برای انسان قرار داده که همون وظیفه شناسی است. انسان به تدریج طبقات و لایه های نفس خودش رو که تماما نیازها هستن درک میکنه، تربیت میکنه و از خودش میکنه و خودش میشه. هویت یعنی خود شدن. قرارش هم همینه که انسان رو به احساس وجود و احساس عزت و شرافت در خودش میرسونه تا انسان بتونه با خودش دوست بشه و دست از ابلیسیت نسبت به خودش برداره. انسان نسبت منکر نیازهای خودش، انسانی که همش میخواد سنگهای گنده برداره بزنه و میگه این سنگهای کوچولو داشتن من نیست، چه این انسانی اسیر ابلیسه، یعنی خود دشمن خودشه و از ابلیس داره فرمان برداری میکنه،
نه از خدا. انسانی که از خدا فرمانبرداری میکنه در واقع از احکام رسولانش که تماما وظیفه شناسی هست اطاعت میکنه و چنین انسانی به قوت و قناعت که تعب میرسه و میتونه این عدمیت خودش رو چون نیازها به انسان احساس نابودی میبخشن میتونه ارضا کنه و از عدم هستی بیافرینه و خود از عدم خود در طریق پیروی از دین خدا هستی خلق کنه و به خودش جاودانگی ببخشه.